سیزدهم ذی‌الحجه برابر است با سالروز ارتحال ملکوتی عالم ربانی و مجاهد مرحوم آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی قدس سره رهبر انقلاب مردمی 1920 عراق علیه اشغالگران انگلیس. میرزا محمد تقی شیرازی متولد 1221 شمسی در شهر شیراز بود. ایشان با نام میرزای دوم هم شهرت داشت. میرزای شیرازی از فقهای سرشناس اصولی و از مراجع تقلید عظام شیعه بود. ایشان پس از درگذشت آیت الله العظمی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مرجعیت عامه شیعه را بر عهده داشت. میرزا محمد تقی شیرازی ششم شهریور 1299 شمسی در شهر مقدس کربلا دار فانی را وداع گفت و در حرم مطهر سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام به خاک سپرده شد. بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی دام ظله درباره میرزای شیرازی فرموده اند در تاریخ آیت الله العظمی محمد تقی شیرازی که با اشغالگران انگلیسی جنگید آمده که در داخل عراق افرادی بودند که او را متهم به مزدوری برای انگلیس می کردند. این افراد برای مردم شناخته شده بودند و وقتی از ایشان درخواست می‌شد که شهریه آنان را قطع کنند نمی‌پذیرفتند. این اخلاق، ایمان، صبوری، تحمل و متحد کردن مؤمنان و پرهیز از پراکندگی با وجود اختلاف نظرها و متفاوت بودن سلیقه‌ها سبب شد تا او بتواند به پشتوانه ملت عراق به مسافه بزرگترین قدرت روی زمین برود و بر آن پیروز شود. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.